سلام امروز میخوایم در رابطه با استرات های بین ست صحبت کنیم ببینیم که وقتی که میخوایم تمرین کنیم و هدفمون از سازیه بهتره که استارت کم باشه متوسط یا زیاد خب این سراغ اصل مطلب یه سوال خیلی رایجیه که آقا من بین ست ها چقدر استرات کنم خیلی بستگی داره در واقع بستگی به نوع حرکتی که داریم میزنیم اینکه آقا اون مفصل اون حرکت تک مفصل است یا چند مفصله بستگی به این داره که هر حال اون گروه ازولانی که داره تمرین داده میشه از لحاظ وسعت و عملکرد به چه شکل مثلا میگم یک گروه ازولانی مثل جلوپا یک گروه عزولانی هم بر فرض مثال میشه مثل ساعد خب از لحاظ اندازه شبیه هم نیستن مقدار انرژی که صرفشون میشه این هم نیست به واسطه همین یک مقدار تفاوت وجود داره اما یک اصل کلی وجود داره اصل کلی چی میگه میگه اگر شما به عنوان ورزشکار هدفت اینه که تمرین کنی برای ازوله سازی پیش زمینش اینه که شما باید تمرینت جوری باشه که بتونه تحریک لازم رو وارد کنه به شکل علمی بهش میگیم مکانیکال تنشن یا تنش مکانیکی خب تا اینجا کار که درست خیلی ها فکر میکنن که وقتی که تمرین میکنیم هایی بین ست کم باشه چون خستگی حادث میشه یعنی به واسطه تجمع متابولیت ها خستگی حادث میشه ورزشکار یه حس خوبی بهش دست میده بر فرض مثال یعنی خیلی عمومی بخوام بگم اینطوری که طرف میگه خیلی دم خوبی گرفتم ولی نکته اینجاست که ما برای رشد از خیلی به چیزهای فراتر از دم گرفتن نیاز داریم خیلی به چیزهای فراتر از پمپ شدن از نیاز داریم و صرفا خستگی نشانگر خوبی برای ما نیستش که بتونیم تشخیص بدیم الان تمرینی که انجام دادیم خوب بوده یا نه متاسفانه جا افتاده چنین چیزی که خیلی از ورزشکارا خستگی و عامل این میدونه که خب الان تمرین خوب بوده یا بد بوده اما این همه توضیح دادیم بگیم که آقا اون شرایطی که پیش میاد شما استراتای کم میکنی و اون خستگیه یک اتفاق باعث یک اتفاق فیزیولوژیکی میشه که در واقع دستگاه اصاب مرکزی شما و اون ازولاتی که با هم در ارتباطن نمیتونن به معنای واقعی خیلی عمومی بگم بهترین خودشون رو به اجرا بزنن تو میایی ست اول رو استراحت کافی رو نمیدی و هنوز ریکاوری نشدی آماده نیستی که بتونی بری به وزنهای سنگین تر به صلاح اتک کنی حمله کنی ناخداگاه از مقدار وزنهات کمتر میشه چه نکته ای رخ میده اون تار اون تار ازاله از لحاظ فیزیولوژیکی قدرت اینو داشته که بزنه یعنی اگر آستانش اینجا بوده تو وقتی که استراتو کم کنی تحریکش هم بعد می اومده میخورده به آستانه دیگه ولی تو اومدی اینجا خسته شدی دیگه به اصطلاح پمپ شدی و اون درک فشار رو پیدا کردی اون میزان درک فشار رو پیدا کردی به خیال خودت کارت هم اوکیه یعنی من دیگه خسته شدم دیگه اما واقعیت اینه که علاوه تحریکی این تار تار میتونه کار بیشتری انجام بده ولی چون تجمع خستگی و ما به شکل لوکال توی اون عضله داشتیم احتمالا جلوگیری شده از این امر بنابراین درایور اصلی هایپرتروفی یعنی چیزی که عامل هایپرتروفی میشه تنش مکانیکیه و حجم تمرین. حجم تمرین ترکیبی از تعداد ست، تعداد تکرار و مقدار وزنه ای که میزنی. یعنی صرف این که تو مثلا به شکل هفتگی بیای 20 تا ست بزنی خیالت راحت باشه نیست. تعداد ست، تعداد تکرار، تعداد وزنه. پس مقدار وزنه ای که میزنی خیلی مهمه. یعنی اگه مثلا تو هفته 20 ست میخوای پرسه تمرین بدی باید بیای ضرب کنی بر فرض مثال میگم جمع عملیاتی نداره باید بیای ضرب کنی ببینی آقا من دارم انقدر ست میزنم انقدر تعداد تکرار میزنم و مثلا انقدر وزنه زدم ولی وقتی که وزنت کم در واقع حجم هفتگی تو داری کم میکنی پس تو موظفی بین ست ها به اندازه استراحت کنی که اون ازولات بتونن ریکاوری بشن که و بتونن قدرت واقعی خودشون رو اعمال کنن حالا تو یه سری از حرکاتی که چند مفصله است مثل لیفت مثل اسکوات مثل پرسینه ها شما بیشتر مکس میکنی توصیه ها برای اینه که بین دو تا پنج دقیقه دو تا پنج دقیقه شاید باز خیلی از ورزشکارا میکسنس نکنه بگن وا مثلا 5 دقیقه من باید وایسم آره تو باید 5 دقیقه وایسی بر فرض مثال میگم یه کسی که داره خیلی اسکوات سنگینی میزنه ورزشکار ادوانس و لول بالایی و مثلا توی اسکوات تونسته یه رقم خوبی رو جابجا کنه با تکنیک صحیح و دامن حرکتی صحیح او واقعا نیاز داره سه تا 5 دقیقه استراحت کنه که دوباره بتونه ست بعدی بهترین خودش بشه غیر از این باشه امکان نداره بتونه حرکت کامل اجرا کنه شاید با همون وزن اجرا کنه ولی تعداد تکراری که میتونه اجرا کنه میاد پایین بنابراین توی حرکات چند مفصله سعی میکنیم که بین دو تا پنج دقیقه من پیشنهاد خودم اینه که بین دو تا سه دقیقه باشه 5 دقیقه رو خیلی افراط نمیکنیم مگر توی ورزشکاران خاص توی فصلهای خاص توی حرکات خاص برای حرکت های تک مفصله مثلا نشر از جانب مثلا جلو بازو دنبل من پیشنهاد میکنم که یک دقیقه تا دقیقه و در آخر اگر ورزشکار ای هستید حالا میگم حرفه‌ای منظورم لول مستر المپیا کسی که حداقل یک سال تمرین کرده ب... به هر حال تا حدودی با ندای بدن خودش آشناه پیشنهاد من بر اینه که شما بین سه عموما خودت خودتو مانیتور کن ببین اگر خیلی با کیفیت تمرین کردی اگر حالا استرات بین مثلا یک دقیقه و نیم شد حس کردی ریکاوری نشدی تا دو دقیقه ادامه بده یعنی خودت میتونی یک کوچولو مدیریت کنی اما شاید این قضیه برای افراد مبتدی زیاد جور نیاد جور در نیاد چرا علتش اینه که اون افراد مبتدی عموما توی حرکات نمیتونن کیفیت لازم رو به عمل بیارن طرف نه تکنیک خوبی رو میتونه اجرا کنه نه وزنه خوبی میتونه بزنه میاد بین میگه مثلا من من با 30 ریکاوری شدم بعد مثلا پیش خودش فکر میکنه که نکنه مثلا من یه سوپرمنم مثلا بعد بهش میگی نه تو اگه با سی ثانیه ریکاور شدی دلیلش اینه که تنش خوبی رو نتونستی بدی به واسطه این مبتدی بودنت به واسطه این که هنوز اون مایند ماسل کانکشنت پرفکت نیست و ما حاصل این ویدیو اینه که آقا ما از تمرینمون تحریک میخوایم پس بهتره که استراتایی بین ستامون خیلی کوتاه نباشه زیر یک دقیقه واقعا نباشه عموما بین یک دقیقه تا سه دقیقه پنج دقیقه میتونه باشه حرکات چند مفصله بین دو نیم دقیقه تا پنج دقیقه گفتیم که ایدالترش دو نیم دقیقه تا سه دقیقه است حرکات تک مفصله هم یک و دقیقه تا دو نیم دقیقه ممنون که با من همراه بودی امیدوارم که این ویدیو هم برات کاربردی بوده باشه خدا نگهدار